آیا شرایط حاکم در روابط کارگر و کارفرمایی و نقشی که دولت همتون ایفا میکنه یا به تعبیر دیگه حاکمیت ایفا میکنه در این روابط نقش درست و دقیقی هست یا نه و چه شرایطی داره اگه به طور مختصر به گذشته حقوق کار در ایران نگاه بکنیم در حقیقت تشکل های کارگری و به نوع فعالیت ها یا جنبش کارگری ایران از زمان مشروطیت یا اواخر دوران مشروطیت شکل گرفته به تدریج با پیوستن ایران به پیمانهای های بین المللی حقوق کار و نهایتا در سال 1337 تصویب اولین قانون کار ایران شکل خیلی منسجم و روشنی به روابط کارگر کارفرمایی داده شده ایرانی که از کشورهای پیشرو بوده در گذشته در رابطه با حمایت از کارگران و سیانت از نیروی انسانی قانون کار 1337 لازم ها اجرا بود حتی بعد از انقلاب 57 تا سال 1369 که نهایتا قانون کار جدید و فعلی جمهوری اسلامی تصویب شد اون چیزی که امروز حاکمه و شرایط لازم را بین کارگر و کارفرما در جامعه کنونی ما در حقیقت مدیریت میکنه و اون رو هدایت میکنه همین قانون مصوبه 1369 هست در این قانون یک سری نقاط ضعف میتونیم پیدا کنیم و یک سری نقاط قوت میتونیم پیدا کنیم که به تدریج میتونیم به اونها بپردازیم اون چیزی که در حقیقت ما رو وامی داره تا دقت بیشتری بکنیم در رابطه با محتوای قانون کار در حقیقت چند موضوع مشخص میتونه باشه که بیشتر وقتی که به اونها برمیخوریم در کنار گوش ما زنگ میخوره که خب پس نقش های حمایتی چی هست مثل اتفاقاتی که اخیرا در کشور داره اتفاق میفته یا در ساله اخیر اتفاق افتاده با نابسامنی های اقتصادی که وجود داره شرایط کارگران شرایط معیشتی و زندگی کارگران در حقیقت دستخوش خوش تحولات و تنگناهای متعدد شده کارگران نسبت به این شرایط معترض شدن و اعتراضات کارگری در حقیقت به برخورد با کارگرها مواجه شده و حتی محاکمه زندانی شدن بعضی از کارگرها و بعضی از فعالین حقوق کارگری که از جمله خود کارگران بودند و همچنین شلاق خوردن بعضی از کارگران که نمونه های خیلی دردناک این رفتار هست در حقیقت همه این رفتارها و فراتر از اون حوادث ناشی از کاری که متاسفانه در کشور رخ میده مرتب چه در بخش های دولتی چه در بخش های خصوصی چه در بخش معادن و چه در بخش هایی که کارگران با محیط پرخطر کار مواجه هستند این در واقع موضوع رو برای ما بیشتر بزرگ میکنه و بیشتر پیش چشم میاره که بایستی به شرایط کار و محیط پیرامونی اون و قوانین حمایتی اون نگاه و توجه بیشتری بکنید